سلام و هر جایی هستید وقتتون بخیر خوش اومدین به اپیزود 65 پادکست هفتگی فکنامه من رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خب اگر شنونده پادکست ما باشید میدونید که من هر هفته به همراه فرهاد سردبیر فکنامه این پادکست رو ضبط و اجرا میکنیم که خب این هفته فرهاد توی کنفرانس گلوبال فکت 9 هستش کنفرانس سالانه فکت چکرها که امسال در اسلو نروژ برگزار میشه به خاطر همینه که من این هفته فکت چک رو تنها مرور میکنم البته با فرهاد یک گپ کوتاهی زدم قبل از ضبط پادکست که در واقع برای ما بگه اونجا چه خبره و حالا میشنویمش توی این پادکست به غیر از این گزارش درباره دو تا سوژه جنجالی صحبت میکنیم یکی مربوط به پرونده کشته شدن حسین عبدالباقی مالک هلدینگ عبدالباقی و صاحب ساختمون متروپول در آبادان ساختمونی که خب میدونید فرو ریختنش باعث شد تعداد زیادی از مردم اونجا کشته بشن و به هر حال موجی از اندوه و ناراحتی جامعه رو فرا بگیره از همون اول یه شایعه هایی درباره عبدالباقی و سرنوشتش مطرح بود درباره این صحبت میکنیم یه سوژه دیگه هم درباره گزارشیه که صدا و سیما به اسم رونالدو پخش کرد درباره مواضع ضد اسرائیلی رونالدو که خی... اونم خیلی بازتاب داشت ممکنه شما هم درباره شنیده باشید حالا مفصل درباره اونم صحبت کنیم که چجوری صدا و سیما یک مجموعه از اخبار جهلی رو برداشت و بازیافت کرد و در واقع در قالب یک گزارش جدید منتشرش کرد دو تا فکت که خیلی کوتاه هم داریم که اون درباره یک درباره رشد سرمایه گذاری یک درباره اینکه چینی ها سیگنال رادیویی تمدن فرازمینی رو دریافت کردن درباره این هم کوتاه صحبت میکنیم اما قبلش اگه موافق باشید صدای گفتگوی من و فرهاد رو بشنویم از اسلو کنفرانس گلوبال فکت 9 ببینیم که فرهاد برامون چه چیزهایی تعریف کنه خب فرهاد جان سلام خسته نباشی قربانه جاد خالیه اینجا شکلت. آره امیدوارم که خوش بگذره گلوبال فکت خب یه مختصری برامون میگی که چه خبره چیکار کار میکنین کیا هستن یه چیزی برامون تعریف کن که <applause> مثل این خبرنگار یه چیز شدم گزارش <applause> خبرنگار ازامی فکنامه اصلو آره خب خلاصه شو اگه بگم کسایی که شنونده پادکست بودن شاید یادشون به تو اپیزود سی و یکی اپیزود ما داشتیم به اسم دوره همیه فکت چکر هات که درباره گلوبال فکت و اینا صحبت کردیم این کنفرانس گلوبال خب فکت شماره 9 که امسال در اسلو پایتخت نروژ برگزار میشه هم تو که میدونی بعد از دو دوره که به صورت آنلاین بوده به خاطر کووید حالا دوباره حضوری داره برگزار میشه و قشنگ معلومه که چقدر همه خوشحالن و هر به همه میرسن چون خیلی از این فکت چکرا رو ما همین تو همین گلوبال فکت میبینیم سال به سال هرچند خب تو، طول سال هم با هم در تماس هستیم ولی خب بعد از دو سال حضوری همدیگر رو دیدیم و فعلا که الان که دارم صحبت کنم الان چهارشنبه است که داریم ضبط میکنیم روز اول کنفرانس البته از فردا که فردا که میشه پنج شنبه به صورت رسمی افتتاح میشه امروز بیشتر بحث های اکادمیک و ارائه پژوهش و ریسرچ و پریزنتیشن این چیزا بود ولی خب به صورت آنلاین هم همه اینا داره پخش میشه فکر میکنم امسال شلوغترین گلوبال فکتم هم باشه آره درسته؟ امسال خیلی آره چیزی که خودشون گفتن ف... حالا هنوز همه نیومدن من فردا فکر میکنم تمام شرکت کننده ها رو میبینیم یه چیزی نزدیک 500 نفر اپلای کردن که بیان به صورت حضوری نزدیک 130 نفر قراره تو این کنفرانس صحبت کنن از روزنامه نگارا فکت چکرها چهرهای دانشگاهی که کسایی که مدیر یا مثلا عضو نهادهای رسانه یه فکت چکینگ هستن بعضی وقتا مثلا کسایی که دارن فکر راه انداختن یک پروژه فکت چکینگ رو میکنن میان ولی خب خیلی دیگه خیلی فرصت خیلی خوبیه که آدم رو در رو با فکت چکرهای کشورهای دیگه صحبت کنه حالا بجز پنل ها و سخنرانی هایی که هست و خب که اونها جای خود خیلی جالبه ولی این بخش نتورکینگ اینجور کنفرانس ها و همین که رو در رو بشینیم درباره حالا مشکلات تجربه ها یا مثلا موفقیت هایی که بقیه داشتن آدم بشنوه این قسمتش به نظر من خیلی مهمه آره هم خیلی هیجان هم خیلی کاربردیه به هر حال ما قبلا هم سابقه داشته خیلی وقتا نیاز داشتیم به یه سوالی درباره یه موضوعی که توی کشور دیگه مطرح بوده میخواستیم که اون رو فکت چک کنیم خب همین شما ایمیل زدی از دوستان فکت چکر که تو کشور دیگه دارن کار میکنن پرسیدی فکر میکنم همین نتیجه این نتورک ها که این شبکه سازی که انجام میدی در, 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 در آینده آره. بهتر و بیشتر دیده بشه واسه همکاری فکت چکرها خیلی تشویق میشه و خیلی هم طرفدار داره مثلا فکچکر های اروپایی برای خودشون یک حالت چجور بگم مثلا یه چیزی مثل مجمعی برای خودشون دارن که خب خیلی موضوعات و مسائل اروپا با هم دیگه قاطی میشه دیگه یعنی خیلی به هم مربوطن خیلی چیزای مشترک دارن مثلا تو اتحادی اروپا وقتی اینا نیروهاشون یا استعداداشون رو با هم میذارن خب خیلی قوی تر میشه خب این خیلی فرصت خوبیه که آدم مثلا پتانسیل همکاری با بقیه رو ببینه یا مثلا آشنا بشه و حتی خود کار خودمون رو بتونیم معرفی کنیم این خیلی فرصت خوبیه ببینم از الان فقط فکنامه از ایران هست دیگه توی حالا من ایران که امروز دیگه. کسی رو دیگه ندیدم دیگه و فکر میکنم فقط ما که نماینده فک فکچکینگ ایرانی خب البته میدونی که شاید بعضی بدونن چند تا رسانه دیگه هم خب دارن کار فک چکینگ میکنن حداقل خارج از ایران رو میدونیم که ایران وایر یه بخش فکت چکینگ داره رادیو فردا یه بخش فکت چکینگ داره ولی خب تمرکز اصلیشون خب فکت چکینگ نیست ولی خب برای همین خیلی شاید ارزش برشون نداشته باشه که پاشند بیان این کنفرانس ها حالا اینو که من از خودم میگم شایدم داره <laughs> خیلی عالی یه مقداری از موضوعاتی که بالا قراره که تو این کنفرانس صحبت بشه و اینها برامون میگی چه مباحث مهمی قراره تر بشه حالا فکر می‌کنم بعدا تو قسمت های بعدی مفصل صحبت می‌کنم ولی از الان برنامه چیه این آره آره همین همین میخوام بگم چون هنوز که الان داریم حرف میزنیم اصلا اصل کار شروع نشده که حالا من دارم گزارش میدم ما هفته دیگه سر فرصت بشینیم اه... وقتی که حالا انجام شده و یه ذره یه جنبندی کلی از چه حرفایی زده شد و چه بحثایی شد و اینا رو هفته دیگه میگیم این فقط همینجوری یه گپ کوچولو چیزایی که قرار صحبت بشه دربارش خب یه چیز خیلی مهمش فکت چکینگ و پلتفرم های آنلاین خیلی بحث درباره این چیزا زیاده بحث امروز خیلی مخصوصا امروز که روز موضوعات آکادمیک بود درباره پژوهش درباره فکت چکینگ حرف زده شد حالا میگم هفته دیگه چند بعضی از چیزهای مهمی که در صحبت شد و میگم تکنولوژی و فکت چکینگ هم یکی از موضوعاتی که چند سالی هست روش تمرکز میکنن مخصوصا فکت چکینگ اتوماتیک و اینکه چطور میشه از ماشین لرنینگ استفاده کرد که یه ذره سرعت فکت چکینگ بره بالا چون میدونید که دیگه فکت چکینگ اگه سریع واکنش نشون نده به یک خبر نادرست تاثیرش خیلی خیلی کم میشه چند تا کارگاه آموزشی داریم داریم, داریم که میگم مثلا من برگزار کنم چند تا کارگاه آموزشی بر... برگزار خواهد شد درباره اینکه خب یاد بدن که از یه سری ابزار چه جوری میشه تو روزنامه نگاری پژوهشی استفاده کرد روزنامه نگاری پژوهشی آنلاین که خب کریک سیلورمن که جزو افراد شاخص این حوزه است قرار درس بده و و کلا تمام موضوعاتی درباره فکت چکین آها یه موضوع دیگهش درباره فکت چکینگ در حوزه سلامت که خب این دو سال تبدیل شده بود یکی از موضوعات اصلی و اون باید جالب باشه یه چیز جالب بگم رضا یا ت... فکر کنم چند پارسال اینا بود تو یکی از اپیزودهای پادکست درباره یک آقایی صحبت کردم که شروع یه جریانی رو را, اندا... را انداخته بود در در واقع حجو هجوه... تئوری توتعه که میگفت پرنده ها واقعی نیستن آره اون آره،, ته؟ آره, آره آره چند اپیزود پیش اون آقای آره. اومد قراره بیاد اینجا و یه حالا حالا سخنرانی نیست یه گفتگوی قراره باش انجام بشه فهم کام روز جمعه است و باید آره، آره، اون باید بامزه باشه خیلی با ما. حتما برامون تعریف کنه. آره اون خودش اون هم آره خودش قرار بیاد و درباره اون قصه که اون دفعه تو پادکست دربارهش حرف زدیم و من همینجوری توی پادکست دیگه شنیده بودم و اومدم گفتم آره قرار بیاد اینم با مزه آها یه چیز دیگه هم هست که یه پنل مهمی که خیلی دوست دارم بشنوم فک چکینگ در دوران انتخابات آره یه چیزیه که خب ما تو فکنامه نامه دو تا انتخابات ریاست جمهوری رو پوشش دادیم که خب انتخابات قبل ولی خب خیلی فراتر رفت از چهار سال قبلش زنده داشتیم. زنده داشتیم فکچکینگ زنده داشتیم آره که کار خیلی خیلی سختیه و آره دوست دارم اون پنل رو بشنویم ببینیم که بقیه چه تجربی داشتن شاید برای انتخابات بعد یا مواقع مشابه بتونیم ازش استفاده کنیم آره دیگه ببخشید من صدام اینجا یه ذره میکروفون همیشه هم نداشتم فقط گفتم یه گزارش کوچولویی به شما و دوستان فکنامه بدیم آره دیگه خلاصه ببخشید صدا اگه یه سوال حالا فهری امروز فکر میکنم شروع کنفرانس دقیقا روز اول تیر بلندترین روز سالم هست شما یعنی تو نیم کدش شما, <applause> شما شمالی این روز الان فکر کنم چند ساعت بیشتر شب نیست ساعت یک که... هوا تاریک تقریبا تاریک میشه یک نصف, هوا... نصف شب, دیش شب دیشب یک نصف شب تقریبا میشه گفت دیگه تاریکه ولی آسمون سیاه نمیشه بازم آسمون هم که آبی پررنگه <تصفح> بعد سه دوباره خورشید دوباره ظاهر میشه همش هم... روزه همش روزه یعنی خیلی با چیزه خیلی تجربه عجیبی آره برای ماها که خیلی جالبه چیزه یعنی يعني... آره. خب خیلی عالی امیدوارم که هم خوش بگذره بهتون و همین که کلی جمعوری بکنید همه چیزهای خوب این کنفرانس رو این گلوبال فکت نه رو بیاری برگردونی توی فکتنامه تو اپیزود بعدی مفصل صحبت بکنیم آره. فکر میکنم آره گزارش هم مینویسیم دربارهش و اینکه به هر حال منتظریم ما منتظریم که خروجی های این گلوبال فکت رو بیاری و با ما قسمت بکنیم بربونت. دیگه خب شما برو پادکستو فکر کنم این دفعه دیگه تنهایی آره ولی این دفعه تنهایی اجرا کنم خیلی سخته جای شما خواهی <تصفيق> <تصفيق> نه. دارم که آره اپیزود آبرو من مثلا طرفدارات دار... طرف خوشحال میشن که دیگه فرهاد نیست فقط خود رضا حرف بزنه خب این گفتگو رو شنیدیم حالا حتما هفته آینده مفصل تر صحبت می‌کنیم فرهاد چیزای بیشتری برامون تعریف میکنه اما خب بریم سراغ موضوعات این هفته و با موضوع حسین عبدالباقی و سرنوشت او و فکت ها و ابهام هایی که درباره او وجود داره این قسمت رو شروع بکنه در شد از جنب شهردار آبادان و سه شهردار قبلی و مالک اصلی ساختمان و پیمانکار ساختمان هم بود به عنوان یکی از متهمین دستور جلب و دستگیری ایشون هم صادر شده بود با توجه به اینکه خود ایشون در زمان فرو ساختمان در داخل ساختمان بود امروز صبح جسد ایشون هم کش شد و جز جان واقعان بودند و شایعاتی که در خصوص زنده بودن ایشون مطرح هست کاملا تجزیه میشه و خب نام حسین عبدالباقی بلا فاصله بعد از حادثه ریزش برج متروپول آبادان در روز دوشنبه دوم خرداد 1401 سر زبونا افتاد دیگه به حال حادثه تلخی بود که خورداد رو ما با اون شروع کردیم خرداد 1401 رو تعداد زیادی از مردم توی این حادثه کشته شدن و به حال بسیاری زیان دیدن، آسیب دیدن، جراحت دیدن، افکار عمومی بسیار متاثر شد ولی خب به در کنار این ماجرا اخبار و شایعات زیادی هم درباره توی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها درباره مرگ مالک و سازنده این برج منتشر رو دست به دست شد از همون اولی که این اتفاق افتاد خیلی از مخاطبان نامه برای ما توی شبکه های اجتماعی ها می نوشتن برای اون پیغام می فرستن. از ما می که بریم و فکت چک بکنیم از ما سوال بپرسیدن که سرنوشت حسین عبدالباقی چی شده ما بریم بررسی بکنیم خب ما از همون موقع گفتیم ما داریم با دقت مرور میکنیم شرایط برای فکت چکینگ مهیا نیست ما اطلاعات لازم رو نداریم یعنی در واقع اطلاعاتی که بشه بر اساس اونها نتیجه گیری قطعی کرد در دست نیست ولی خب داریم نگاه می کنیم تلاش می کنیم و در واقع چشممون به اخباری که در این باره منتشر میشه چشم و گوشمون متوجه اونها سعی می که ببینیم که از دل اونها چه چی چیزی میشه بیرون آورد و اینکه ولی خب به بعد از اینکه با گذشت یک ماه از این حادثه هنوز مشخص نیست هنوز معلوم نیست که سرنوشت حسین عبدالباقی چی شده توی این مدت دو تا روایت وجود داشت یکی روایت رسمی بود که رسانه های رسمی و مقام های رسمی میگفتند که میگفتن عبدالباقی توی این حادثه کشته شده و یه روایتی هم به موازات اون توی شبکه های اجتماعی و برخی رسانه های فارسی زبان تو خارج از ایران شک گرفت و جریان داشت که حکایت از این داشت که عبدالباقی زنده است پنهان شده فرار کرده و از اینجور چیزها روایت رسمی یعنی چیزی که صدا و سیما میگه مسئولان جمهوری اسلامی میگن مقام های قضایی اینها اعلام میکنن خب به دلیل سابقه ای که رسانه ها و مقام های جمهوری اسلامی در گزارش های خلاف واقع دارن اونم در شرایط بحرانی ما خیلی دیدیم انتشار گزارش های خلاف واقع رو خب اینها قابل استناد نیست به عنوان نمونه ما خب مقاله توی مقاله مفصل به, به درباره پخش اخبار جعلی سازمان یافته درباره انتقام سخت حالا همون ماجرای حمله موشکی به پایگاه انلست رو منتشر کردیم ما درباره قبلا درباره جریان پخش اطلاعات نادرست درباره سقوط هواپیمای پی اس 752 اوکراین حرف زدیم اینکه چطور رسانه ها و نهادهای رسمی افراد مقام ها اومدن سه روز در واقع ادعای خلاف واقع رو مطرح کردن درباره بحث تئوری توطئه کرونا مفصل تا الان حرف زدیم مستند ساختیم به حال اون هم یک بحران بزرگی بود که اومد و بسیار هزینه های زیادی رو به جامعه ایران تحمیل کرد به حال باعث کشته شدن بسیاری از ایرانیان شد درباره اون هم ما داشتیم تجربه این که چه جور رسانه های رسمی و مقام ها میان و با پخش اطلاعات نادرست در واقع با بحران مواجه میشن با توجه به این سابقه بنابراین میشه گفتش که ما نمیتونیم روایت رسمی رو به عنوان فکت باید حتما با دیده تردید نگاه بکنیم و همیشه این احتمال رو به عنوان یک احتمال قوی بدیم که این روایت رو ممکنه یک چیزی رو پنهان کنه به اضافه اینکه به هر حال گزارش‌های درباره روابط حسین عبدالباقی با مسئولان و در افراد با نفوذ منطقه ای و ملی و اینها که در کلا هم در چه در آبادان و منطقه آزاد فعال بودن چه حالا افراد عالی رتبه در مقامهای نظامی و امنیتی بودن مطرح شده که خود این هم زن پنهانکاری و اینها رو بالا میبره و این در واقع یه طرف ماجر است اما از اون طرف هم ما یعنی اون روایت غیر رسمی اون روایت موازی که تو شبکه‌های اجتماعی جریان داره از اونورم ما در واقع تو این مدت هیچ فکت محکم و قابل قبولی پیدا نکردیم که نشون بده ثابت بکنه یا این گمانه رو به شکل جدی تقویت بکنه که حسین عبدالباقی فرار کرده زنده بوده و اینکه به هر یه حالا یه گروه های اومدن کمک کردن که در بره از این در واقع حرفایی که تو این مدت زده شد ما برای اینکه بتونیم یه تصویری از اینکه در این مدت چی گذشته ترسیم بکنیم یه گاه شمار درست کردیم که خیلی هم کار برد بالاخره میزان تولید مطالب مربوط به عبدالباقی تو شبکه اجتماعی بسیار بسیار زیاد بود ما صدها و هزارها توییت رو در فاصله دوم تا سیزدهم خرداد 1401 دیدیم که کاربران توی رسانه ها توی شبکه اجتماعی متشکر کرده بودن بعضا به رسانه ها هم کشیده شده بود اغلب این ادعاها قابل راستی آزمایی نبودند به طور مشخص نقل قول از منابع ناشناس بودند بعضا استناد میکردن به فایل صوتی که منصوب بود به برخی افراد مثل مثلا پرستار یا کارمند پزشکی قانونی اینها معرفی میشدن خب اینها رو هیچ کدوم هویت این افراد ما نمیتونیم رد یا تایید بکنیم یا اینکه مثلا می اومدن میگفتن فلان فامیل عروس خانواده اینو گفته یا همسایه دمه در این عبدالباقی رو دیده که داشته مثلا فرار می اینها در واقع اطلاعاتی بودش که عمدتا به عنوان در واقع سند مطرح میشد که ببینید عبدالباقی فرار کرده و اینها ما اینها رو کنار هم گذاشتیم ببینیم که توی این مدت توی این ده دوازده روزه که پس از که از حادثه گذشت در واقع چه مطالبی مطرح شد خب این گاه شمار اول با اخبار متناقضی درباره بازداشت و مرگ حسین عبدالباقی از سوی رسانه های رسمی شروع میشه اینکه اول به حال خبرگزاری ایرنا مثلا ساعت دو پنجاه دقیقه بعد از ظهر خبر بازداشت رو منتشر بازداشت عبدالباقی رو منتشر میکنه ما این رو مثلا با این شروع کردیم و بعد به شبش این خبر دوباره توسط خبرگزاری فارس مطرح میشه در واقع غروبش هستش اینکه به حال یه لیستی از مصدومان و فوتی های حادثه منتشر شد که خب اسم حسین عبدالباقی توش نبود لیستی که فرداش منتشر شد که به حال اسم عبدالباقی اضافه شده بود ولی اسم یکی دیگه نبود به هر حال ابهام ها و تناقض های وجود داشت این گاه شمار با اونها شروع میشه و رفته رفته به حال این ادعا که عبدالباقی فرار کرده و زنده بوده و پنهان شده و اینها متواری شده اینها از روز دومه که به شکل خیلی مفصل توی شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه به طور مشخص دو تا خبرنگار تو این میون خیلی فعال بوده یکی داریوش معمار عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی هستش که خیلی فعال بود یکی هم آقای سعید حافظی سردبیر رادیو گوشه کنار که به حال اونم خیلی موضوع رو پیگیری میکرد به هر حال خیلی از توییت هایی که دوستان زدن به طور مشخص این دو خبرنگار زدن خیلی هاش هیچ منبعی نداشت در واقع فقط میگفتن که این خبر هست یعنی مشخص نبود که منبعش ولی حدس میزنید که احتمالا منبعش به منابع محلی بودن که به این آقایون اطلاع دادن بعضا حالا فایل هایی هم منتشر میکردن که گفتم این فایل های صوتی و اینا که منتشر میشد قابل تایید یعنی هویت افرادی که صحبت میکردن قابل تایید نبود اما یه بعد از اینکه حالا به حال یه تصاویر و فیلم های منتشر شد اونها رو آوردیم که کی این فیلم ها منتشر شد کی این تصاویر اومد درباره مثلا تصویری از سردخونه رو منتشر کردن که خانواده عبدالباقی رفتن اونجا شناسایی کنن یه تصویری از جسد عبدالباقی منتشر شد اینها بالاخره روش ابهام اومد یه فیلم دوربین مداربسته قبل از ریزش برج به هر حال روز پنجشنبه پنجم خرداد منتشر شد که خب اونم یه ایرادهای یه ابهام هایی داشت بعضی ها مثلا اومدن به ناهمخانی ساعت دوربینای مداربسته اشاره کردن که با ساعت واقعی در واقع همخوانی نداشت بعضی اومدن حالا مثلا مثل خود آقای داریش معمار رفت آمد عبدالباقی به اتاق و حالا اون آقای سالاری کشفی همکارش توی اونهای با هم ایجاد کردن یه سری ابهام بعدا در روزهای بعدی مطرح شد درباره اینکه چطور مثلا این قسمتی که عبدالباقی رفته تو اتاق بر اساس نقشه ساختمون مثلا جایی هستش که نریخته یه ابحام های مختلفی سر زمان فرو ریختن پارکینگ خیلی صحبت شد اینها رو در واقع خیلی صحب... حرف و حدیث دربارهش زیاد بود دیگه نکته اینه که به حال همه این حرف و حدیث ها سر یک چیز دیگه سر اینکه آزمایش دی یا تشخیص هویت آقای عبدالباقی به هر حال ابهام ایجاد شد یا آقای به اسم دکتر عطار که تو خارج از کشور فعاله و حالا زیاد مصاحبه میکنه با تلویزیون ها مثل ایران اینترنشنال اینا اون اومد یه سری اپامو درباره آزمایش دی ای انجام داد که تو این فاصله زمانی نمیشه تو 48 ساعت تشخیص داده بشه ولی خب همه اینا نکته اینجاست که همه اینا یه توضیحی داره یعنی خب درباره مثلا همین آزمایش دی خب رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک اومد گفت بستگی به اینکه حالا چه, چه اتفاقی افتاده باشه توی این قضیه مشارکتی نداشت یعنی پزشکی قانونی نبود که به هر حال توی اگه بخوان از نمونه خون این رو داشته باشن میشه در بازه زمانی حداقل 8 ساعته در واقع تشخیص هویت داشت یا اینکه تا 48 ساعت نمونه سخت مثل استخوان و اینا نیازه به هر اینها اینا توضیحاتش کما اینکه فیلم هایی که منتشر شده بود ابهام که درباره صحت فیلم های دوربین مدار بسته و اینها منتشر شده بود اینها هم یه توضیحاتی داشت که میتونست در واقع توضیح اون ابهام باشه چیزی رو ثابت نمیکرد ما این رو به هر حال اومدیم جلو اومدیم جلو به هر این روایت هایی که تو شبکه های اجتماعی بود رفته رفته رنگش یعنی اون اصرار و اون قطعیتی که تو روزهای اول درباره اینکه که عبدالباقی فرار کرده و نمرده کم 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 تر شد تا اینکه کم کم حالا به هر حال احتمال مرگ او از طرف کسایی که مدعی بودن او نمرده قوت گرفت به هر حال روز مثلا 13 خرداد آقای داروش معمار مطلبی حالا اونجا مطلب انتقادی بود به طور تلویی ولی مرگ حسین عبدالباقی رو تایید میکنه چهارده خرداد به هر توی رشته توییت به بررسی جزئیات مرگش و ابهام ما میپردازه و خلاصه یه چنین چیزهایی هست یه بازه زمانی طول میکشه یه ده دوازده روزی طول میکشه تا اینکه انگار اینکه حسین عبدالباقی در اون حادثه مرده از طرف به حال کسایی که داشتن دنبال میکردن قضیه رو روایت موازی و غیر رسمی رو داشتن تو شبکه اجتماعی پیش میبردن این پذیرفته میشه من تاکید میکنم به حالا چه پذیرفته بشه چه پذیرفته نشه ما به عنوان نامه نمیدونیم و نمیتونیم تایید بکنیم مرگ یا فرار حسین عبدالباقی رو سرنوشت او رو ما نمیتونیم تایید بکنیم به دلیل اینکه نه فکت قطعی در این ور وجود داره در این روایت های غیر رسمی وجود داره نه اینکه اعتبار و اعتمادی به رسانه های رسمی و روایت رسمی وجود داره خلاصه ما مجموعه اینها رو توی یک گزارش مفصل یه تایملاین و یه مقدمه ای داره و یه تحلیل اطلاعات موجود و اینها داره اینها رو آماده کردیم و منتشر کردیم و روی سایت گذاشتیم درسته یک ماه گذشته از داغی افتاده ولی به هر حال کار ما طبیعت کار ما حکم کرد که با دقت و در واقع با احتیاط خیلی زیادی تمام این ادعایی که مطرح شده رو بررسی بکنیم و تحلیل و تفسیر بکنیم و اگرچه دست آخر به نتیجه قطعی هم نرسیدیم ولی با یک ماه تاخیر یه گزارش رو منتشر کردیم که این گزارش میتونه در واقع مدل گردش اطلاعات درباره یک پدیده و واقعه مهم بحرانی در ایران باشه این از مطلب اول که مطلب درباره سرنوشت حسین عبدالباقی بود مطلب دوم درباره گزارش صدا و سیما درباره مواضع ضد اسرائیلی کریستیان و رونالد تماشاگران اسرائیلی برای من منفورترین تماشاگران به حساب میان نمیتونم اونا رو تحمل کنم من پیراهنم و با قاتل عوض نمی کنم صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز 25 خرداد 1401 گزارش خبری منتشر کرد با عنوان پیراهنی که به قاسبان نرسید در واقع این درباره کریستیانو رونالدو ستاره مشهور فوتبالیست مشهور پرتغالی بود و درباره اینکه او در پایان یکی از دیدارهای تیم ملی پرتغال با اسرائیل حاضر نشده پیرنش رو به بازیکن اسرائیلی بده و گفته که من پیراهانم رو با قاتل عوض نمی کنم در واقع توی این گزارش یه صحبت از رونالدو پخش شده بود که میگفتش که من تماشاگران اسرائیلی منفورترین تماشاگران هستم من نمیتونم تحمل کنم پیرانم من به قاتل خلاصه خلاصه یه چنین چیزی مطرح شده بود خب این موضوع رو ما شروع کردیم به بررسی کردنش در این حال خب رسانه های دیگه هم توی شبکه های اجتماعی افراد و رسانه های دیگه هم کار کردن به طور مشخص ایران اینترنشنال اومد و در واقع این ویدیو رو بررسی کرد و خیلی سریع و راحت نشون داد که اومدن و صداگذاری کردن یه ویدیو دیگه ای که رونالدو داره در واقع درباره کودکان سوری داره صحبت میکنه رو روش یه چیز دیگه ای نوشتن و این حرفای دیگه ای زدن یه تیکه از ویدیو سپلاتر هم بود رئیس فیفا که از قول اونم برای اون هم یه ترجمه یه دوبله بی ربط گذاشته بودند که در واقع یه معنی دیگه ای رو به یه چیز ت... 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 دیگه ای رو به مخاطب القا بکنن ا... بعد از اینکه اینها منتشر شد صدا و سیما اومد و یه گزارش های دیگه ای هم منتشر کرد یه گزارشی که با این شروع میشد که وقتی اسرائیل ستیزی رونالدو را به بهانه تصویر آرشیوی زیر سوال بردن توی این گزارش هم ادعا شده بود که درست این تصاویر آرشیوی بوده چون حالا فیلمی از این اظهارات وجود نداره ولی تمام نقل قولایی که انجام شده و بقیه چیزایی که تو گزارش صدا و سیما مطرح شده اونا صحت دارن و درستن حتی یه گزارش دیگه هم منتشر کرد که اونم اصلا یه میزگرد درست کردن که توش غلام حسین زمان معاون وزارت ورزش و یه دو نفر دیگه هم اومدن صحبت کردن درباره مواضع رونالدو علیه اسرائیل و اینها خلاصه یعنی گفتن که محتوا دقیق و مستنده ولی حالا یه اشکالی بود و اشتباه کردن ویدیو آرشیوی استفاده کردن ولی اصلش درسته اما خب ما رفتیم سراغ اصل این موضوع و رفتیم ببینیم که اصلا این از کجا اومده آیا رونالدو هرگز چنین حرفی زده آیا جایی نوشته از قول رونالدو که تماشاگران اسرائیلی منفورترین تماشاگران یا من پیرانم قاتل با قاتل عوض نمیکنم آیا اینا اصلا مبنا و پای اساسی داره که تحقیقات ما نشون میده نه این یک فیک نیوز قدیمیه که خیلی سال قبل بعد در واقع مطرح شده و به بعد از 9 سال در واقع اومده و دوباره بازیافت شده خب ما قدیمی ترین چیزی که پیدا کردیم از این توی رسانه های حداقل فارسی زبان خبری بودش که ایسنا توی تاریخ 14 فروردین 92 یه 12 روز بعد از بازی اسرائیل و پرتغال که 3 شد بازی مقدماتی جام جهانی 2014 بود اونجا ایسنا این خبر رو منتشر کرده بود گفته بود رونالدو یه چنین حرفی رو زده و نوشته بود که این خبر به نقل از آژانس خبری رم روم نمیدونم رومیم کناره هم متعلق به کشور آذربایجان ما خب خیلی گشتیم نه خود این آژانس خبری هستن نمیدونیم چیه که ایسنا نوشته ولی به هر تو منابع خبری آذربایجانی ما یه چنین چیزی رو پیدا نکردیم ولی دایره جستجومون رو گسترده تر کردیم گفتیم شاید حالا جای دیگه دنیای چنین خبری رو نوشته باشن و اینجوری به دست ایسنا رسیده باشه رسیدیم توی جستجو دو تا سایت پرتغالی زبان رو پیدا کردیم که این خبر رو منتشر کرده بودن اما این سایت ها نمیتونن منبع ایسنا بوده باشن نمیتونن منبع اصلی این فیک نیوز بوده باشن چرا که چون تاریخشون بعد از انتشار گزارش ایسنا چند روز بعد از اینکه ایسنا این خبر رو منتشر کرده اونا اومدن یه چنین چیزی رو نوشتن فکر میکنم یعنی اگه بخوام حدس و گمان داشته باشم گمان احت... که احتمال زیادی هم داره که درست باشه گمان غالب اینه که به حال این توی شبکه های اجتماعی یه چنین چیزی مطرح شده بود و به هر به یه جایی ممکنه یه وبلاگی یه سایت همینجوری توی آذربایجان یه چنین چیزی رو نوشته باشه ایسنا برداشته باشه به هر حال حدس گمان ما اینه که این خبر از شبکه های اجتماعی اومده هیچ جایی هیچ منبعی هیچ منبع نیمه معتبری حتی به یه چنین نقل قولی اشاره نکرده اصلا بحث تا خود عوض نکردن پیرن رونالدو با بازیکنان اسرائیل خود اینم محل تردید چون فیلم های، فیلم بعد از بازی رو که نگاه میکنیم خیلی این فیلم هم پخش شده تصاویرش هم گذاشتن تو برخی از رسانه ها هم حالا برخی رسانه های عمدتا عام پسند هم نوشتن رونالدو پیرنش رو عوض نکرده ولی واقعیت این فیلم بعد از بازی رو ببینیم میبینیم که رونالدو میاد دست میده به با بازیکنان اسرائیلی خیلی خوشحال نیست رونالدو عصبانی بازی سه سه شده کارت زرد گرفته بازی بعدی رو دست داده و به حال دیدیم سابقه هم داشته حال به حال اینکه ناراحت و اینها باشه بعد از بازی بی سابقه هم نبوده رونالدو میره به هر حال دست میده با یکی از بازیکنان اسرائیلی و همینجوری به سمت والا احتمالا رخکن میره توی راه با یه بازیکنی هم که پیرنشو در آورده با اونم از کنار اونم میگذره یه خیلی دست سردی میده که خیلی ها تصور کردن این اون صحنه که رونالدو پیرنش داده ولی واقعیت اینه که این بازیکنی که پیرن بتن نداره بازیکن خود تیم پرتغال شورت ورزشی قرمز داره و این ممکنه احتمالا خیلی اشتباه گرفتن فکر کردن این بازیکن اسرائیلیه و یه چنین چیزی رو گرفتن خلاصه یعنی هیچ جایی یه چنین چیزی که این اظهارات رو رونالدو گفته باشه وجود نداره در مورد اینکه پیرنشم هم عوض نکرده به هر هیچ چیز خیلی جدی وجود نداره اما یه نکته دیگه ای وجود داره اینه که به هر حال حاشیه درباره رونالدو و مواضع او درباره اسرائیل و فلسطین و اینها از قبل از این بازی وجود داشته و از بعدش هم بوده و ادامه داشته و این حاشیه ها همیشه همراه خبر جعلی بوده حالا بذار از حاشیه ها اگر موافق باشید شروع بکنیم قبل از اون بازی رونالدو توی فیسبوک قبل از بازی با اسرائیل یه پستی منتشر میکنه عکسی دست جمعی همراه بازیکنها گرفتن و نوشته یه صبح زیبا رو تو اسرائیل شروع کردیم که یه سری کاربر رفتن زیر این کامنت گذاشتن اینجا اسرائیل نیست فلسطین و اینا به هرحال بحث اونجا مطرح شده رسانه های اسرائیل خیلی جالبه که مثلا گزارش درباره این منتشر کردن که خشم در واقع ضد اسرائیلی ها علیه رونالدو به این حاشیه وجود داشته اما غیر از این باز هم تو سالهای گذشته اخبار خیلی زیادی درباره رونالدو و موازهش منتشر شده که اغلبش خبرهای جلیه به طور نمونه ما در واقع به خبر جعلی کمک یکونی میلیون یورویی رونالدو به کودکان فلسطینی اشاره کردیم این خبر رو خب ای اف فکچک کرده بود توی و این خبر رو اتفاقا صدا و سیما استفاده کرده بود او بود توی گزارش صدا و سیما این هم بود یا یه تصویری از رونالدو منتشر شده بود که تو گزارش صدا و سیما هم بود که یه پوستر دستش گرفته توی اون به زبان اسپانیایی شد تو دوست کن پالستین یعنی, یعنی همه با هم با فلسطین که این پوستر هم جعلیه در واقع این پوستر اصلی در واقع پیام همدردی بازیکنان رئال مادرید با شهر زلزله زده لورکا اسپانیایی که توی اسفند 93 زلزله اومد اونجا که دست کم 100 نفر کشته شدن 20 هزار واحد مسکونی آسیب دیدی عکس اونه برداشتن این پوستر رو در واقع نوشتش رو عوض کردن به جای لورکا گذاشتن پالستین یه پرچم فلسطین هم گذاشتن این تاثیر جلیه این رو هم تلویزیون استفاده کرده یه مورد دیگه تو همین گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی استفاده کرده تو یه مورد دیگه بحث خبر جلی دست ندادن رونالدو با نخست وزیر اسرائیل منتشر که توی ویدیو در واقع رونالدو از کنار میشل پلاتینی رد میشه اینو به حال میگن نخست وزیر اسرائیل تو گزارش تلویزیون اینم هست حالا نمیگه چیز و کنار عکس میشل پلاتینی در واقع پرچم اسرائیل گذاشتن که اینجوری القا میکنه اما غیر از اینم حال اخبار جعلی دیگه ای هم هست درباره رونالدو و موازش علیه اسرائیل و طرفداری او و فلسطینیا و حتی درباره قرآن خوندن رونالدو هم هستش حالا بعد از انتشار مطلب همکارمون روزا اینو توییت کرده بود که یه تصویری منتشر شده بود رونالدو توی مسجد رفته و داره قرآن میخونه که حالا بعدا کاشف معلومات که این رونالدو نیست یه فرد شبیه رونالدو به حال خیلی بامزه بود اینا اما غیر از این ما توی مطلب رفتیم ببینیم که حالا آیا اصلا کلا رونالدو مشکلش آیا مشکلی با اسرائیل داره یا مسئله خاصی داره ببینید اینجوری که به نظر میرسه اینجوری که شواهد و قرائن نشون میده می بعیده که رونالدو با اسرائیل مشکلی داشته باشه به اون سال 2019 لباس خودش و پیرن شماره هفته رونالدو مال پیرن یوونتوس رو به صورت نمادین هدیه میده به وزیر امور خارجه اسرائیل که خیلی هم اینو مخالفان اسرائیل واکنش بهش نشون دادن اینکه حالا رونالدو تو سال 2010 حالا فیلمش از شیمون پرز میره دیدار میکنه با بازیکنان رئال مادرید که تو اسرائیل بودن خیلی رونالدو اونجا گرم و مفصل با شیمون پرز دست میده با هم دیگه حرف میزنن بازیکنان رو معرفی کردن خیلی به حال نشون میده که نه تنها مشکل و ابایی برای رفتن به اسرائیل نداره دعوت به تلویزیون رژیم سهیونیستی رو رد نمیکنه که بلکه میره اونجا خیلی هم گرم میگیره دست میده با مقامات با رئیس جمهور این کشور به حال دست میده و روابط خوبی داره یه پیرن بهش هدیه میدن پیرن رئال مادریدو میدن به شیمون پرس و دست آخرم که توی فوریه 2016 رونالدو توی ویدیو تبلیغاتی هم برای اپراتور مخابرات اسرائیل حضور پیدا میکنه که یه توییت هم خودش میزنه که با مزه است که میگه شایعاتی هستش که من دارم میرم که یه ستاره بشم توی اسرائیل ولی نه توی فوتبال توی هات کامرشیال یه پیام بازرگانی که هات که هات در واقع اچ او اون اپراتوریه که رونالدو توی تبلیغش بازی کرد خلاصه اینجوری که شواهد و قرائن نشون میده به نظر نمیرسه که اسرائیل و رونالدو مشکل خاصی با هم داشته باشن و به هر حال این اخبار و اطلاعاتی که تا کنون درباره منتشر شده درباره مواضع ضد اسرائیلی او عمدتا شایعاتیه که تو شبکه اجتماعی از طرف هواداران فلسطینی و هر کسایی که مواضع ضد اسرائیلی دارن ساخته و پرداخته شدن و این شایعات اومده بعضا به رسانه ها نشت پیدا کرده و یه جایی بعد از چند سال اومده توی گزارشی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده مجموعه ای از اونها بازیافت شده و به عنوان یک واقعیت در واقع به مردم ارائه شده که این واقعا واقعیت سوراخه هیچ چیزش در این گزارش یکی دو دقیقه ای این همه اطلاعات غلط این همه اخبار جلی واقعا اتفاق جالبی ما خب نشان شاخدار دادیم دیگه طبیعی بود که ما به این گزارش صدا و سیما نشان شاخدار دادیم. دو تا فکت چک دیگر هم خیلی خیلی کوتاه مرور بکنیم یکی فکت چک درباره رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران که رسانه های ایران منتشر کردند اشاره کردن به گزارش آنکتاد که در واقع کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحده تیت زدن که ایران در سال 2021 6 درصد رشد سرمایه گذاری خارجی داشته خب این خبر درسته ایران چون ما میریم گزارش و نگاه بکنیم میبینیم که بله رقم سرمایه‌گذاری خارجی ایران افزایش پیدا کرده اما این رقم افزایش رو اگر شما با چیزهای دیگه مقایسه بکنید ببینید که این 6 درصد هم در مقیاس رشد جهانی که بالای 60 درصد بوده هم در مقیاس رشد کشورهای دیگه بسیار بسیار ناچیزه به نسبت خود سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هم خیلی چیز کمی سرمایه گذاری خارجی تو سال 2021 شده یک و میلیارد دلار حالا طبق این گزارش که داده سال قبلش بوده یک ممیزه سه میلیارد دلار تو 2017 بعد برجام بالای 5 میلیارد دلار بوده در واقع یه سقوط قابل توجهی داشته و الان تقریبا یه چیز یه تغییر خیلی خیلی کمی کرده در حالی که بسیاری از کشورهای جهان رشد بسیار بالایی داشتن خب سال 2020 به دلیل محدودیت های کرونا اصلا کلا فعالیت اقتصادی خیلی محدود شد سرمایه‌گذاری خارجی هم پایین اومد اما بعدش به هر حال یه رشد خیلی بزرگی اتفاق افتاد که ایران خیلی سهم زیادی از این رشد نداره اصلا کلا ایران سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان خیلی کم و ناچیزه یک دهم درصد تقریبا یعنی یک هزارم کل سرمایه‌گذاری خارجی توی حتی منطقه جنوب آسیا هم که ایران توی اون بند دستبندی میشه توی اونجا هم خیلی کمه تقریبا کمتر از 3 درصد خب در مقیاس ما توی مطلب یه نموداری هم منتشر کردیم مقایسه کردیم وضعیت سرمگذاری ایران رو با کشورهای منطقه خب میبینیم که سرمگذاری خارجی توی مثلا یه کشوری مثل عربستان توی که امارات مثلا 15 برابر ایرانه توی عربستان 14 برابره یا توی ترکیه 9 برابر ایرانه برحال این واقعیت ها نشون میده که این تاکید روی رشد 6 درصدی ممکنه برخی رو به دوچار خطا و اشتباه بکنه به گمراهی بندازه که تصور رو یه اتفاق خیلی بزرگی افتاده و یه جهشی اتفاق داده که اینطور نیست یک رشد بسیار به نسبت در یعنی در مقیاس با بقیه فکت یک رشد بسیار ناچیز ما بهش نشانه گمراه کننده دادیم و بریم سراغ آخرین فکت چک و این کشف سیگنال رادیوی تمدن فرازمینی توسط چینی ها خب این فکت کشف سیگنال رادیوی تمدن فرازمینی خیلی فکت چک با حالا به خیلی موضوع تخصصی هم هست خیلی نکته جالب اینه که خیلی هم مطبوعات رسانه‌ای معتبر تو خارج از ایران منتشر کردن این خبر رو توی تو ایران که مثلا ایسنا و اینها منتشر کردن ولی خب جاه در خارج از ایران هم این خبر باستاب مفصلی داشت توی رسانه های در واقع فارسی زبان خارج از کشور هم منتشر ولی رسانه انگلیسی زبان هم مفصل رفتن خب اصل خبر از توییتر رسانه رسمی حزب کمونیست چین اومده بود که تو در واقع توییتی زده بودن که گفته بودن که تیم پژوهشی دانشگاه نورمال پکن در واقع گفته که با تلسکوپ اف در واقع چند تا سیگنال مشکوک که ممکنه که سرمنشه تمدن فرازمینی باشه پیدا کردن خب نکته اینجاست که این خبر ساعتی بعدش این خبر توی روزنامه دانش و فناوری که حالا توی رسانه رسمی هم هست جز دستگاه رسانه رسمی چینه تو اونجا منتشر شده اما خب این خبر ساعتی بعدش هست میشه از روی سایت اما حال نشت پیدا میکنه میاد و توی شبکه اجتماعی توی رسانه های دیگه باستاب داره اما واقعیت اینجوریه که حالا ببخشید منم خیلی تخصصی ندارم اینا این فکت دوستمون سوهل نوشته که متخصص این چیزاست ولی به حال اما واقعیت این, این سیگنال هایی که تلسکوپ چینی دریافت کرده اولا که یک پدیده موقتی بوده ادامه دار نبوده دومی که خب یه توضیحات طبیعی دیگه ای هم داره که خیلی ممکنه محتمل تر از این سیگنال های فرازمینی به نظر رسن. از جمله تداخل رادیویی که از حالا منشأ انسانی داشته ممکنه که اون تداخل رادیویی بوده باشه خود کسی که در واقع مدیر این تیم تحقیقاتی دکتر ژانگ هم تاکید کرده که خود این سیگنال ها ممکنه نتیجه تداخل رادیویی باشن به تحقیقات تو این زمینه ادامه داره و خیلی از حالا مراجع معتبر مثل مثلا دانشگاه کالیفرنیا دانشگاه برکلی اونها هم احتمال این که این بخواد این سیگنال از تمدن فرازمینی اومده باشه یا فناوری پیشرفته فوق پیشرفته تولید شده باشه رو منتفی دونستن به هر حال موضوع جالبیه میدونم که خیلی علاقه دارن خیلی از مخاطبان فکنامه به موضوعات علاقه دارن من ببخشید دانشم درباره این موضوع زیاد نیست ولی به حال مطلب هست توش اطلاعات جالبی هستش لینک ها گذاشته شده اگر علاقه دارید لینکش رو تو توضیحات پادکست میذاریم و برید و ببینید و بخونید باید مطلب جالبی باشه برای کسایی که علاقه دارن به این موضوع خب این هم از اپیزود این هفته اپیزود شماره 65 که من حالا در قیاب فرهاد اجرا کردم البته که صدای فرهاد رو داشتیم ولی به حال جاش خالی بود خیلی ممنون که پادکست فکتنامه رو میشنوین اگر پیشنهادی انتقادی درباره کار ما دارید میتونید توی کست باکس تلگرام اینستاگرام توییتر برامون کامنت بگذارید خیلی خوشحال میشیم خیلی خوشحالتر میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکرنامه رو به فارسی یا انگلیسی توی اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم تو بخش توضیحات پادکست میگذاریم و پادکست فکنامه رو همجور که فرهاد هر هفته میگه افشین صدری تهیه میکنه منم میگم دستش درد نکنه کار سختیه ولی زحمت میکشه و تهیه میکنه آریا کیان هم مدیر هنری مونه دست آریا هم در نکنه. آدرس سایت ما هم هست فکرنامه و همین دیگه وقتتون به خیر و مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار